نخستین مناظره تلویزیونی 6 نامزد انتخابات 14 ریاست جمهوری ایران شامگاه دوشنبه 28 خرداد در شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد. امیر حسین قاضی زاده هاشمی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و مصطفی پور محمدی 6 نامزد تایید شده توسط شورای نگهبان در این مناظره حاضر بودند. همزمان با برگزاری این میزگرد دومین مناظره هم قرار است برگزار شود. در مناظره اول تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و سرمایه گذاری از کلماتی بودند که مدام تکرار می شدند و این خود نشان می دهد که مهمترین مشکل مردم مسئله معیشت و گرانی و مطالبات انباشته مدنی است. سفره های مردم هر دم مختصرتر می شود و از مسئولان جمهوری اسلامی هم نه کاری برمی آید و نه ظاهراً اراده‌ای برای حل مطالبات مدنی مردم وجود دارد. نهادهای سربار اقتصادی، توزیع رانت و دخالت نظامیان در اقتصاد ایران و همینطور مسئله حجاب و مسئله آزادی اطلاعات که در جمهوری اسلامی آن را با کلمه سیانت می شناسند از امور مختص رهبری است. در سیاست خارجی، برجام، نزدیکی به شرق یا غرب، حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی و روابط پرتنش با همسایگان نیز از موضوعاتی است که رهبری درباره آنها به تصمیم می‌رسد. این پرسش مطرح می‌شود که وقتی دوگانه اصلی حکومت اسلامی یا جمهوری است، انتخابات اصولاً چه اهمیتی دارد؟ از طرف دیگر، جانشینی و تعیین قائم مقام رهبری نیز به طور جدی در دستور کار مجلس خبرگان قرار گرفته. از بین نامزدهای تعیین صلاحیت شده، نام چه کسی از شعبه اخذ رأی در حسینیه خمینی بیرون می آید؟ با دو کارشناس از فعالان سیاسی و فرهنگی چپ گفتگو می کنیم. آذر ماجدی، دانش آموخته تاریخ و ادبیات فرانسه و دبیر سازمان آزادی زن، و حسن حسام، نویسنده، شاعر و کنشگر سیاسی و زندانی سیاسی در دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی و از اعضای سازمان راه کارگر. خانم ماجدی، سلام عرض می‌کنم. برخی اعتقاد دارند که به هر حال چه بخوایم و چه نخوایم نام یک رئیس جمهور از صندوق‌ها بیرون میاد، پس باید بین بد و بدتر انتخاب کرد. به نظر شما آیا چون این انتخابی میتونه گره از برخی مسائل مثل مسئله حجاب تحمیلی و طرح نور که پزشکان ازش به عنوان طرح ظلمت یاد کرده بود باز بکنه؟ برخی هم میگن ما از فشارها خسته شدیم و شاید رأی به پزشکان وضعیت رو بهتر کنه. برخی میگن خطر جنگ رو کاهش خواهد داد. شما چی فکر میکنید؟ روز شما حسن حسام عزیز و تمام بینندگان عزیز خوش. به نظر من اصلا چنین انتخابی نیست، یعنی حتی انتخاب بین بد و بدتر هم معنی نداره الان که اصلا معنا نداره. ولی حتی اگر برگردیم به اون موقعی که واقعا اصلاح طلبی حکومتی بازارش گرم و داغ بود، یعنی دوی خرداد، یعنی خاتمی، همون موقع هم باور همین نظر بودیم که این انتخاب بین بد و بدتر هیچ انتخاب واقعی برای مردم نیست، بلکه این بازی هست که این رژیم انجام میده. یه تیکش قرار مثلا اصلاح طلب باشه، یه تیکش قرار خیلی قشری و متعصب و اینها باشه، اینا دوتا با هم دیگه ظاهرا جنگ دارن. این اصلا یه مقداری منو الان یاد سیاست همین الان دنیا میندازه که مثلا فرضاً شما نگاه میکنید توی آمریکا و غیره در رابطه با اسرائیل و غیره، همین بازی ها. این قرار یه ذره بهتر باشه اونقدر، در حالی که به طور واقعی از همون ابتدا اینها همه از یه جنسن. این هیچ تفاوتی بین این دوتا اون موقع وجود نداشت، الان که دیگه اصلا یکی هن. اگر میشد 20 سال پیش چیزی گفت، مردم ممکن بود یک ذره شک ببرن به خاطر تبلیغاتی که ارائه میشد. خب حالا ممکن اگه خاتمی بیاد، آره زیاد حجاب و سخت نگیره، ممکنه دانشگاه ها راحت تر بشه، ممکنه خیاب، ممکن بود اون موقع اگر یه ذره حتی اینطور فکر میکردن که وقتی میامد طرف سر کار میدیدن که جوکه،
الان دیگه اصلا هیچ کدوم از اینا معنا نداره. مردم هر دستاوردی که داشتن، هر دستاوردی که ممکنه به نظر الان ناچیز بیاد ولی تو این شرایطی که به دست اومده یک دستاورد مهم و با اهمیته، از طریق انتخاب به اصطلاح بد بین بد و بدتر به دست نیاورده. از طریق مبارزه، از طریق فشار، از طریق تسلیم نشدن، از طریق جسارت، از طریق شجاعت تونستن. ببینید اگر الان حجاب به دور دو فاکتو تو جامعه ایران سرنگون شده، اگر میبینید که عملا حجاب خیلی جا اصلا وجود نداره یا اصلا یه شکل حتی سمبولیک هم دیگه نداره، به خاطر انتخاب بین بد و بدتر نبوده، به خاطر این نبوده که یه جناح بهتر جمهوری اسلامی از جناح بدتر اومده سر کار، خیر، به خاطر مبارزه، به خاطر جسارت، قربانی دادن و دفاع از اون چیزی که خواست انسانی و آزادی خواهانه زنان و در این حال کل جامعه است، به خصوص ما سال گذشته دیدیم. در واقع به ما داره میگه که این مسئله بد و بدتر مدت هاست دیگه فراموش شده. من مطمئنم که 80% مردم اصلا به این امکان فکر نمی کنن. تو مسئله انتخاباتی قبلی هم دیدیم که چقدر درصد شرکت کنندگان پایین بود، حتی اونایی که رفتن تو رأی‌های باطل چقدر بالا بود. اون موقع به اون شکل مردم نگاه میکردن، الان که دیگه روشنه. این مسئله انتخاب بین بد و بدتر روایتی هست که خود جمهوری اسلامی ارائه میده برای اینکه شاید بتونه مردم رو یه جوری فشار بیاره، تشویق کنه برن دم صندوق‌ها. روایتی هست که رسانه‌های غربی و اینا هم که راجعش حرف میزنن سعی میکنن ارائه بدن، برای اینکه این گزینه به اصطلاح رو میخوان زنده نگه دارن تو جامعه، اینکه مردم رو هنوز به نوعی آویزون نگه دارن به جمهوری اسلامی که گویه یه چیزی داره که اگر به اون آویزون بشی وضع یه ذره بهتر میشه. بعد هیچ در تحلیل نهایی هیچ فرقی با هم نمی کنه. من فکر میکنم این برای مردم روشنه. من فکر نمی کنم مردم فریب چنین تبلیغاتی رو بخورن. مردم در این مسئله انتخابات شرکت نخواهند کرد. اگر فشار واقعی بر روی زندگیشون عدم شرکت نذاره، مثل قطع نونشون یا فشار روی زندگیشون و آزادیشون، مردم در این مسئله شرکت نخواهند. بله، در ادامه این بحث بیشتر میپردازیم به شکل‌گیری این آگاهی که شما تلویحاً دارید بهش اشاره میکنید. آقای حسام، از دی 96 کارگران و زحمتکشان ایران از تشکل‌های دستساز حکومتی عبور کردند و خودشون در حال تشکل‌یابی هستند. حسین عبده تبریزی، معرف حضورتون هست، بنیانگذار بانک سرمایه نوین، به عنوان اولین بانک غیر دولتی ایران بود و دبیر کل اسبق بورس، مشاور اقتصادی ارشد پزشکیان الان. آیا حضور اصلاح طلبان کمکی به کارگران ایران میکنه؟ چه تأثیری بر روند تشکل‌یابی فرادولتی اونها خواهد داشت؟ با درود به رفیق عزیزم آذر ماجدی و شما رفیق عزیزم حسین نوشادر، خوشحالم که در خدمت شما هستم. ضمن تایید تمام نکته هایی که رفیق عزیزم آذر ماجدی گفتند و در ادامه اون صحبت ها با تأکید بر اونها، حسین جان میخوام قبل از همه چیزی بگم همون 96 اون شعاری در آمد از دانشگاه ایران که کار رو تمام کرد. اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا. معنای عملی این حرف این است که مردم از اصلاح طلبی و از کلیت نظام اساسا فاصله گرفتند. در انتخابات 96 و کشتار جهنمی 98 و جنبش بزرگ انقلاب معروف به انقلاب مهسا، جنبش زن زندگی و آزادی و و و، مردم نشان دادن با کلیت مردم، یعنی اکثریت مردمان ساکن ایران از همه نهله ها و طبقات اجتماعی، اینا رو به تأکید دارم عرض میکنم، نشان دادن که از کلیت نظام گذشتند. اکنون اون چی که روی میز کار اکثریت مردمانه سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است.
نه اصلاحات در درون نظام. حالا برمیگردم به اون نکته ظریفی که شما با نام بردن از این بابا حسین عبدی تبریزی اشاره کردید که خیلی مهمه. این آقای حسین عبدی تبریزی که مشاور اقتصادی اون آقای پزشک شامورتیباز مردم فریب پزشکیان هست، سرراست تجلی یک نئولیبرالیسم لجام گسیخته است. یعنی این بهترین شکلش تشدید نئولیبرالیسم از کنم بزرگ شما که نئولیبرالیسم است که اون یارو گور بگور شده هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ زیر عنوان تعدیل اقتصادی این داستان به میدان آورد و خصوصی سازی که در تحول پیدا کرد به خصولتی سازی کیفیت مادی این حکومته. در تعییب با تکیه به نکته‌ای که شما پرسشی که کردید میخوام عرض بکنم که هر شش نماینده‌ای که از جعبه صلاحیت ها در آمدند در اولین نشست به سام مناظرشون آشکارا از سرمایه‌داری دفاع کردند. حتی اون زاکانی واژه‌ای گفت، اگر اشتباه نکنم زاکانی گفت، یکی دیگه شاید دقت حافظه‌ای نداشته باشم، سراغ گفت کارفرمایان عبادت دارن میکنند، یعنی غارت و استثمار اکثریت عظیم به وسیله اقلیت سرمایه‌داران را ایشان به عنوان نوعی عبادت تلقی کردند. دستبندی کنی اینا رو توی جعبه، اینا همشون طرفدار سرمایه‌داری هستند، در ظاهر چون سرمایه‌داری هم دولتیش هست هم بخش خصوصی هست هم خصولتی هست، ولی بزرگترین سرمایه دار این بنیاد خاتم الانبیا هست که وقارتگر اساسی اونه و این در خصوصی سازی هم دست به دست بین آزاده ها و اون طبقه ممتازه محدود میچرخه. در اینجا صحبت از نه عدالت اجتماعی است، نه هم‌آوازی با سفره خالی مردمانی که روز به روز خالی‌تر میشه در کشوری که دریای نفت زیر پای مردمه و این به شکل قاچاق از دولتی سر تحریم‌ها فروخته میشه، بیلیاردر و بیلیاردر میکنه، داراهای محدود دوربر حکومت سید علی خامنه‌ای را به خانه خراب کرده، اکثریت عظیم مردمان را و در رأسش مزدوق بگیران، در رأسش کارگران، چه صنعتی، چه خدماتی، چه بهداشتی، چه آموزشی. خب در این فضا که چطور میتونن، دارم سوالتون رو میخونم، در این فضا چطور میتونن پدیده خنده‌داری به نام اصلاح طلبی که لیدرش آقای پزشکیان که مرا به یاد پزشکان دوره فاشیسم میندازه که از استخوان یهودیان میخوان صابون بسازند، چون اینجا سیخکی میگه من ذوب در ولایتم، این آدمی که ذوب در ولایته و ولایت خلعیت کرده هم حقوقی هم اجتماعی هم سیاسی از اکثریت عظیم مردمان سراسر ایران و حتی جهان، چون ولایت مطلقه فقیه نماینده خدا بر روی زمینه، وقتی که این بابا ذوب شده ولایته چه شکری میتونه بخوره، ببخشید از این واژه‌ای که استفاده کردم، چه کار میتونه بکنه؟ گیرم که چیزهایی در ذهن بول اون یارو حقباز که میگه که این نو به اون پروژه ضد زن نور رو تاریکی میدونه، این چرت پرت چیه؟ داستان اینه که این بابا را آوردند، این اصلاح طلب را آوردند تا میانه بازهای کثیف مردم فریبی از نوع عبدی از نوع ظریف در رأسشون اون سید خندان خاتمی بیان و حتی کروبی از تو حسرش پیر مرده در حال فوت بیان و مردم رو بکشونن پای صندوق. اینا فقط اصلاح پزشکیان رو تأیید کردند که با همین شامورتی بازی ها بخشی از جمعیت متوهم طبقه متوسط رو یا به اعتباری که معروف شده نیروی خاکستری را بیارن پای صندوق ها. البته فراموش کردند در این دو دهه آخر
بخش وسیعی از طبقه متوسط هم خانه خراب شده، به میهان تهیدستان پرتاب شده. پرچارگی کردم، معذرت میخوام. نه خواهش میکنم. ببینید من با شما در مجموع هم‌عقیده هستم، منتها امکان داره برخی از مخاطبان ما این پرسش رو مطرح کنن که خب اگر که اصلاح طلبا بیان سر کار، امکان داره بازارها رو باز بکنن به روی سرمایه های خارجی، و همون اتفاقی که در چین افتاد در ایران هم تکرار بشه. البته غافل از این که در بنگلادش هم این اتفاق افتاده، ولی بنگلادش چین نشده. خب شما پاسختون به این گروه چیه؟ به کسانی که گمان میکنن باز شدن درهای ایران به قدرت گرفتن اصلاح طلبان بستگی داره و چین رو برای خودشون الگو قرار میدن. من جواب بدم؟ بله خواهش میکنم اگر امکان داره. بله آذر جان بچه عزیزم، چین تا خیر اوضاعش خرابه. یکی از دید من یکی از امپریالیستای موجود در جهانه. اگر داریم ما به سمت جهان چند قطبی در سرمایه داری میریم، اروپا اول آمریکا بود که داره این تک قطبی بودن به چند قطبی، چین یکی از این چند قطبی هاست. تینگ شیاپینگ در باز کرده. چی کرده؟ آنجا کارگران را به بردهداری تبدیل کرده. من در دو سفر 50 روزه در چین بودم، برخی از کارخانه ها و محلات و کارگاه ها را به لطف یک رفیقی رفتم دیدم. اونجا دوره ابتدایی سرمایه داری که کارگر در محل کار هم حمام میکنه، هم میخوابه با همسرش، هم زندگی میکنه، روز تعطیلش هم حتی اونجاست، شبانه روز نه به جای 6 ساعت بی وقفه کار میکنه، فقط در حد یک دستمزده، یعنی بازار ارزان دستمزده به روی جهان سرمایه داری غرب به ویژه آمریکا باز شد. و اونجا به شما بگم بخش بزرگی از این تولیدات بسیار معروف مثل آدیداس و پادیداس و ژئوکس و اینا همه در چین دارن تولید میکنن، برای اینکه یا مفت تولید میشه و از اونجا میان به قیمت میرسن. فابریک ایتالیاست، طراحی ایتالیاست، طراحی فرانسه است، تولید تمامیتش در چینه و مواد خامش هم از کشورهای لگدمال شده به ویژه آسیایی به قیمت باز یا مفت وارد میکنن. یعنی اونجا یک ایستگاه امپریالیستی شده برای غارت مردمان. باز شدن چین که گل و گلاب ایجاد نکرده. در واقع شما با یک سرمایه‌داری نامتعارف از این زاویه که حتی قوانین ساده‌ای که بعد از جنگ دوم جهانی طبقه کارگر غرب جنگید و اونها را به دست آورد تا حتی رسید به نوعی از کنزیزم و دولت رفاه و اینا، اصلا از اون حرفا خبری نیست. زمینی که آزادی بیان عقیده اصلا چیزی شبیه صفره. من اونجا زندگی کردم، وقتش که نیست من میتونم جزئیات بیشتری از این کارگاه های روز را بگم به شما. و حتی محیط زیست، بخش بزرگی از این مواد خوراکی با فاضلاب مستراحهای مردم تامین میشه، دیده میشه در این محلات دهاتا که رفتم به چشم دیدم. خب چین بفرمایید اینه. خب آیا حتی بگیریم گیریم چین ظرفیت را ایران ظرفیت داره که چین بشه؟ نه. چرا؟ به این دلیل حتی چین هم اونجا یک اقتدار فرا دیکتاتوری زیر یک پوشش حزب کمونیسم فریبکارانه که ابدا نیست، نفس کشیدن رو از اهالی از جمله از سرمایه‌داران قطع میکنه. اینجا در کشور سرمایه‌داری نامتعارف آنارشیکی که هر کرکسی برای غارت از منابع زیر زمینی و ثروت ملی ایران خودش یارهای خودش رو گرفته و بیکنه به سمت خودش میبره، هیچ تعادل هیچ ارکستره وجود نداره. در این مورد غارت و کرکسان سید علی خامنه ای اصلا نقش کلیدی نداره.
او خطی را میده و کرکسان بر سر سفره می نشینند. همکنون هم دعوا میان کرکساست برای غارت بیشتر به بخش خصوصی دانانام. هم همین معرفی در اون یارو کیه؟ آخونده پلان پلان یارو که صدیقی امام جمعه زد خورد، کسی گفت بالای چشمش ابرو، همین پسر غالیباف. حالا من سیسمونی پسمونیش کار ندارم که بسیاری از اسناد رو کردن در درگیری های همین کرکسا به هم دیگر. یعنی ایران اگر چین ظرفیت می داشت بشود به یک کشور سرمایداری غارتگری که از کارگر به مثابه برده استفاده می کنه، اما حتی اورم نداره. یک دروغه، این دروغه تا نئولیبرالیسم رو در ایران عمیق‌تر کنند و کارگر رو به سامو یارو توکلی گفت دیگه، از این کارگر رو به عنوان نیروی کار نمی‌شناسن که بعد وقتی که میگه که کارآفرین خود کار این عبادته. به همین دلیل در یک کشور پر از تناقض در رهبری سیاسی، در فلج اقتصادی، در غارتی که از دل به برکت تحریم ها به وجود اومده و اینا به این راحتی اون مهره های پشت صحنه مایل نیستن تحریم ها برداشته بشه، چون تحریم ها فقط مردم گرسنه رو گرسنه تر میکنه، اما اونا رو فربهتر میکنه. زیر میزی به قیمت ارزان میخرن، به قیمت گران به بازار داخل ایران میارن، اینا بر رشته های کلانی که میگیرن. بس طولانی، میخوام این جمله آخره بگم، از رفیق عزیزم آذرجان پوزش میخوام که پرتانگی کردم، میخوام بگم که هر دو سر قضیه بو میده. اگر به چین تبدیل میشد که ناممکن بشه به خاطر این ساختار حکومتی و این آنارشی درونی سیاسی و این غارتگری کرکسان، در این حال این ظرفیت در ایران حتی برای پیش برد و قضیه هم نمانده. رفیق جان وقایع دیگه پرشاقی کردم. قبل از اینکه ما به اصطلاح به مسئله دانشگاه ها بپردازیم، از شما خانم آذر خانم عزیز خواهش میکنم به ما بگید که خب چه اتفاقی باید بیفته. ببینید من الان اینجا آمارها مقابلمه، بر اساس آماری که در سال 1395 گرفتن، بیش از 35% زنان 25 تا 35 ساله ایران تحصیلات آکادمیک دارن، یعنی نیروی متخصص و تکنوکرات جامعه است. 35% از زنان ایران، خب اینها مشارکتشون در روند تولید و در بازار کار بسیار بسیار کمتر از مرد هاست. چه اتفاقی باید در جامعه ما بیفته، در چه شرایطی و در چه حکومتی که ما بتونیم، ملت ایران بتونه از این نیروی خلاقی که در زنان هست به بهترین وجه استفاده بکنه؟ ظاهرا اینطوریه که اصلاح طلبان نمیتونن شرایط رو فراهم کنن. آقای حسام هم الان صحبتاشون کاملا شرط داره. حالا چه اتفاقی باید بیفته به نظر شما؟ ببینید قبل من میخوام برای یه نکته اینجا تاکید بکنم و اون اینه که موقعیت دوفاکتوی زنان تو جامعه با موقعیت فرمال و حقوقی و ایدئولوژیکی که جامعه ارائه میده بسیار فاصله داره. اگر کسی فقط به ایدئولوژی این رژیم و قوانین حاکم بر این رژیم نگاه بکنه، وقتی وارد ایران میشه شوکه میشه، برای اینکه موقعیت زنان با اون قوانین خانایی نداره. به این معنا زنان تونستن موانع بسیاری رو در عمل و در مبارزه، نه فقط به عنوان یه جنبش بلکه حتی فردی، این موانع رو عقب بزنن. حدود فکر میکنم 60% از فارغ التحصیلین دانشگاه ها زنن، در حالی که ما میدونیم چقدر ابتدا به خصوص، الان خب کمتر شده، فشار میذاشتن زنان نتونن بسیاری رشته ها رو بخونن، آپارتاید جنسی غیر و غیر و غیره، و ما این نتیجه رو گرفتیم. من دوباره میخوام برگردم سر همون نکته که تو پاسخ به سوال اول شما بهش اشاره کردم. راه رسیدن به هر خواستی هر چقدر ناچیز توی جامعه ایران تحت جمهوری اسلامی فقط با مبارزه و فشار به دست میاد. در تحلیل نهایی برای ایجاد بهبودهای قابل لمس و قابل دید، ما کاملا
واقعی توی جامعه شما باید این رژیم رو به زیر بکشید. جمهوری اسلامی وجودش با هر نوع سعادت انسانی، سعادت مردم، رفاه مردم، آزادی مردم، خوشی مردم در تناقض کامل 180 درجه قرار داره. این رو الان پس از 45 سال فکر میکنم از تاریخ این رژیم سیاه جنایتکار دیگه همه میدونن، همه با پوست و گوش لمس کردن. و باز باید به همین نکته اشاره کرد که بردن این بحث به قولی گفتمان بین اصلاح طلب یا غیر اصلاح طلب، بد یا بدتر، این گفتمانی هست که جمهوری اسلامی الان 30 سال، شاید کمی کمتر کمی بیشتر، ازش استفاده کرده برای اینکه خودشو حفظ کنه و تا مدت ها کار کرده. نه فقط مردم، بلکه حتی یه سری از بخش های اپوزیسیون هم پذیرفتن که این میتونه کار بکنه و بین بد و بدتر انتخاب کردن یا بین مثلا اصلاح طلب یا غیره. ولی من فکر میکنم الان دیگه این مسئله کامل از گردونه خارج شده. من حسن حسام عزیز اون شعار خیلی زیبا رو اشاره کرد، من اتفاقا دوست داشتم منم بهش اشاره کنم، اصلاح طلب اصول گرا، دیگه تموم ماجرا. مردم اینو 5 سال پیش شعار دادن، 5 سال پیش تو سردر دانشگاه تهران گذاشتن، دانشجوها گفتن، تو تظاهرات گفتن، تو اعتراضات گفتن اصلاح طلب اصول گرا، دیگه تموم ماجرا. این اولین پرده از جنبش اعتراضی مردم بود، تصفیه حساب کردن با به اصطلاح اصلاح طلب. پرده دوم به خصوص پارسال بود که با اپوزیسیون دست راستی شاهپرست رژیم سابقی پرو آمریکای پرو غرب رژیم چنجی، با اونها تصفیه حساب کردن، اونطور که اومدن تو خیابون و هم نه به جمهوری اسلامی گفتن و هم نه به اون افق، به اون دنیایی که اونا ارائه میدن. این جنبش توی جنبش جوونا به خصوص تو ایران به نظر من بسیار آگاهه، بسیار روشنه، میدونه چی میخواد توی اقلا سطح عمومی، منظورم حالا اینکه چه برنامه یا چه رژیم نظامی اینا منظورم نیست، اینکه میدونه که نبا که به جمهوری اسلامی باید حتما به زیرش کشید، با قدرت، با انقلاب قهری باید به زیرش کشید. اون دست راستیار هم باید کامل عقب زد، به نیروی خود اتکا کرد برای دنیای آزادتر، برای دنیای برابر، برای دنیایی که میتونه رفاه رو برای همگی تامین بکنه، به یه دنیایی که مردم میتونن تو بر مورد زندگیشون تصمیم بگیرن. وقتی اینا رو به همین شکل عمومی و کلی شما بهش اشاره میکنید، بلافاصله تو ذهن هر کسی، حتی کسانی که خیلی سیاسی هم نیستن، سوسیالیسم میاد. من بارها شنیدم آها اینکه سوسیالیسمه، خب نه خب سوسیالیسم که نمیشه، یا سوسیالیسم فلان یا سوسیالیسم فلان. بس تمام بر سر اینه که مردم، من میخوام بر این تاکید بکنم، کاملا با جمهوری اسلامی مرزبندیشون رو روشن کردن. یک نه بزرگ جمهوری اسلامیه. مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هست. کی این اتفاق میفته؟ وقتی توازن و قوا به مردم اجازه بده و بتونن این رژیم رو به زیر بکشن. وقتی که اتحاد مردم، همبستگی مردم، سازمان یافتگی مردم آنچنان فشرده و محکم میشه که میتونن اون قدرت رو به دست بیارن، خودشون رو قدرتمند احساس بکنن برای اینکه این رژیم رو به زیر بکشن. در مقابل این رژیم همون شعار اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، رژیم جمهوری اسلامی سرنگون باید کردن. این کامل شعاری هست که الان تو تمام جامعه مردم اعلام میکنن و پارسال ما شاهدش بودیم، گوشه کنار کشور مردم این شعار رو تکرار کردن. به نظر من رژیم تلاش میکنه بحث رو ببره دوباره تو چارچوب اصلاح طلب اصول گرا، به نظر من جا نداره و باید گفت این اصلا واقعا الان تو شرایط جامعه ایران جا نداره. بله، در تایید صحبت‌های شما، پزشکیان در یکی از فیلم‌های تبلیغاتیش، بکنم اشتباه نکنم پیروز بود، سخنان یک دانشجو رو پخش کرده بودن که این رو به سانسور کردن و اون دانشجو با شهامت بسیار و با صدای رسا و بدون لکنت میگه که ما از حکومت عبور کردیم. حالا سوال اینجاست، با توجه به اینکه حالا من نمیدونم واقعا
به هر حال سوالی که شخصا برای خودم هم مطرحه اینه که آیا اصولگرایان با چنین ترفندهایی میتونن به نظر شما دانشجویان رو با خودشون همسو بکنن؟ توجه بکنیم که در قیام جینا دانشگاه در کنار مردم همواره حضور داشت. هر موقع خیابان ساکت بود دانشگاه جور خیابان رو میکشید و بعد یک امیدی به وجود میامد و دوباره مردم به اعتراضات خودشون ادامه میدادن. خب پس قاعدتا اینطوریه که برای حکومت دانشگاه میبایست در اولویت باشه. اگر بخوان که اعتراضات رو خاموش بکنن دانشگاه رو به گمان من در اولویت قرار دادن. حالا با این مانورهای تبلیغاتی که اصلاح طلبان دارن انجام میدن، از جمله همین فیلمی که عرض کردم، آیا امکان داره که بتونن بخشی از این ماجرا رو به نفع خودشون مصادره بکنن؟ خانم آذر خانم، ببینید جنبش دانشجویی توی ایران سنتاً یک گرایش و ترند چپ قوی داره. چه زمان شاه اینطور بود و چه تمام طول جمهوری اسلامی هنوز اینطوریه. یعنی شما وقتی به دانشگاه تو ایران فکر میکنید، این پروتستایی که الان، اعتراضاتی که الان تو دنیا سر مسئله فلسطین میبینید، تو دانشگاه ها برای فکر میکنم شما این چیز عجیبی نیست. من بزرگ شدم با اینکه دانشگاه جای اعتراضه و این اعتراض چپ رادیکال انقلابی و بعد تمام طولش بود و بعد بلا فاصله که جمهوری اسلامی اومد سر کار اینطور بود و بعد از اون هم ما شاهد بودیم. جمهوری اسلامی البته خیلی رژیمی از نظر سیاسی ایدئولوژیک زبله، اونم گرایشات خودش رو درونه. مثلا شما زمان شاه این چیزی نداشتید که یک مثلا جنبش شاه پرستی واقعا درون دانشگاه شکل بدن، یا اعتراض بود یا ساواک بود یا سکوت بود. ولی جمهوری اسلامی وارده این کارا رو کرده، جریاناتی رو درون دانشگاه از طرف خودش رو انداخته با اسمای مختلف. ولی ما در تمام طول، شما نگاه کنید از انقلاب به اصطلاح فرهنگی نگاه کنید، بیایید جلو، هر زمانی که جامعه یه ذره امکان نفس کشیدن پیدا کرده به خاطر تحولاتی که اتفاق افتاده، دانشجو اولین جایی بوده که اومده تو خیابون و اونجا اعتراض همیشه یه اعتراض رادیکال بوده. حالا ممکنه با همونطور که گفتم گرایشات کم و بیش متفاوت. همین شعاره اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، 4 سال یا 5 سال پیش اولین بار بر سردر دانشگاه تهران گذاشته شد. از اونجا این شعار اومد. من نمیگم تمام دانشجوها چپن، بحثم این نیست. یک ترند، یک گرایش قویه چپ انقلابی درون دانشگاه های ایران و درون جنبش دانشجوی ایران وجود داره. جمهوری اسلامی رو جنبش دانشجوی نمیتونه استفاده بکنه. اون گروه هایی که داره سعی خواهند کرد خرابکاری کنن، جاسوسی کنن، به هم بریزن، ولی اونا رو میشناسن، مردم میدونن اونا کیان. مثل دقیقا من هی میخوام این مقایسه رو بکنم تا روشن‌تر بشه، چون الان ما داریم میبینیم اونایی که میان فرزند توی دانشگاه ها تو آمریکا یا تو اروپا به اسم اینا آنتی سمیتن میان جلو و مرد همه میدونن که چه دروغه این قضیه، همه میدونن که اینا اومدن به هم بریزن. تو دانشگاه ایران هم همینطوره. اگر کسی به هر شکلی بخواد، حالا به شکل مثلا ضد آمریکایی، از موزه ضد آمریکایی یا از موزه نمیدونم فلان بیاد و بخواد جمهوری اسلامی رو یه نوعی خوب جلوه بده یا بگه بهش کاری نداشته باشین، همه میدونن که این ریگی به کفش داره و میدونن که از کجا میاد. این واقعیت روش، آگاه بودن، بیدار بودن، این من فکر میکنم یه فاکتور بسیار مهمیه تو رویدادهای سیاسی اجتماعی توی جامعه. و الان شما یک سر و سوزن نمیتونید به اشاره کنید که ممکنه مردم تو هر قشری، دانشگاه ها هم جای خود، یک سر و سوزن توهمی داشته باشن به این رژیم یا به حتی واقعا جناهاشو جدی بگیرن وقتی کسی داره راجع به اصلاح طلب یا بد و بدتر داره صحبت میکنه. چنین توهمی وجود نداره. مردم آگاهن، مردم روشنن، مردم این رژیم رو کامل میشناسن. مسئله همونطور که گفتم بحث بر سر توازن قواست. جنبش دانشجویی نقش مهمی بازی کرده تا حالا توی تمام تحولات انقلابی تو جامعه ایران. جنبش دانشجویی با چپ تداعی میشه و این چپ با طبقه کارگر و با سوسیالیست تداعی میشه. به همین خاطر سنتاً
چپ دانشگاه همیشه در کنار مبارزات طبقه کارگر بوده، با طبقه کارگر پیوند داشته، از خواستای طبقه کارگر دفاع کرده و برای خلاصی از سرمایه‌داری و استثمار سرمایه‌داری بوده. این به طور عمومی باز دارم میگم، شعارهای ریز، گرایشات ریز، سازمان و اینا منظورم نیست، به من افق دارم صحبت میکنم. به این معنا افق دانش، جنبش دانشجویی، اون چیزی که باهاش تداعی میشه، نه هر جریانی که توشه، چپ آزادی خواست، ضد رژیم اسلامی، ضد کاپیتالیسم، در کنار طبقه کارگر برای جامعه آزادتر و برابرتر. به هیچ وجه جمهوری اسلامی نمیتونه این جنبش رو سرکوب تلاش میکنه بکنه، ولی سرکوب تنها کاریه، تنها رابطه‌ای که بین جمهوری اسلامی و این جنبش دانشجویی که من دارم ازش حرف میزنم وجود داره، رابطه سرکوب و مقابل است، سرکوب و حمله متقابله. هیچ نوع صلح و آرامش و آشتی و کنار اومدن توی این رابطه وجود نداره. بسیار سپاسگزارم. بله حسن جان، ببین جنبند من از این بحثی که تا الان اتفاق افتاد این است که هر دو شما عزیزان معتقدید که یک روندی آغاز شده که این برگشت ناپذیره و از اصلاح طلبان هم کار دیگه بر نمیاد. خاطرم هستش که قبل از انتخابات 13 خاتمی سید محمد خاتمی، بله، ایشون هشدار داده بود که اگر اصلاح طلبان رو مشارکت ندهید، آرا به سبد براندازان ریخته خواهد شد. براندازها منظورش نیروهای مترقی و چپ نبودن. الان ما داریم مترجم میشیم. براندازان به نظرش، به گمان من، یعنی تخمین میشه زد که مسئلهش بیشتر نیروهای طالب سلطنت بودن. خب به نظر شما الان با توجه به اینکه این روند برگشت ناپذیره چه خواهد شد؟ آیا این انتخابات در مجموع به نفع حکومت یا به ضررش؟ این آرایی که قرار بوده به صندوق اینها ریخته بشه، اگر ریخته نشه آیا به صندوق سلطنت طلبان خواهند ریخت مردم؟ چی فکر میکنه از انجام؟ رفیق حسین عزیزم، سوال سوچی خیلی خوبی کردی. من به هر سوچش پاسخ میدم، اگر یه خورده پرچارگی شد از هر دوی شما معذرت میخوام. باز تاکید بر ادامه حرف صحبت های رفیق آذر و برخی زیادی از در جنبندی شما در اون ادامه، در اینجا ارکستر است این بحث ها، خیلی خوب بین ما سه نفر و این بسیار جالبه، به فال نیک میگیرم. عرض کنم اولی که اون جان جوان دانشجویی که دوره پزشکی هم بود دو روز پیش در دانشگاه که گفت مردم خواهان حذف تمام نظامه، ما میدونیم شما را آوردن که مردم به پای رأی. خبرهای مختلفی آمد که اون جوان را وزارت اطلاعات صبح رفته در خونش و اینو گرفته، در شرایط نامعلومی به سر میبره. من هیچ سندی برای اثبات این ادعا ندارم، ولی در مراودات داخلی که از داخل گفته میشه این خیلی پخش شده. یک. دو، در ادامه صحبت های رفیق آذر عزیز، حسین جان عزیزم، نه فقط دانشجویان، از 96 98 و به ویژه در جنبش یک سالی واسا، من اینا جاهای مختلف گفتم، تکرار میخوام بکنم و خستم نمیشم، مطالبات جنبش اجتماعی ایران مطالبات دست چپیست. یعنی این نه که اونا میدونن کمونیسم چی است، همشون، یا حتی کمونیست باشن همشون، نه که بدونه سوسیالیسم چی است یا سوسیالیست باشن، منظورم همشونه، 85 میلیون مردم ایران داریم ما، نه، ولی مطالبات اکثریت عظیم مردمانی که با شکل‌های مختلف اعتراض کردن، چه به شکل خیابانی، چه به شکل تحصن، چه به شکل اعتصابی، چه کارگران بخش صنعتی، کارگران بخش خدماتی، بازنشستگان، کارگران بخش آموزشی، معلمان و در رأسش، تأکید در رأسش، زنان و جوانان،
به میدان. همه این مطالبات دست چپیست. زنان چی میخوان؟ برابری تمام عیار بین مردان و زنان. اینو نوه رضاخان میرپاد میخواد بده؟ کی میخواد بده؟ وقتی که میگه من مسلمانم، آیا ارث رو میخواد مساوی تقسیم کنه بین زن و مرد؟ چند همسری رو میخواد از بین ببره؟ حق سیانت بچه ها رو میخواد از بین ببره؟ یعنی اینجا زنان بورژوا تا و زنان کارگر و زحمتکش درد مشترک دارن در تعرض اسلام سیاسی. خب این یک بخش روشن قضیه است. بنابراین خواسته اکثریت عظیم خواسته دست شبیه هاست. طبیعی است و بدیهی است که دانشجویان لایه روشن فکری و نسبتا آگاه این بخش عمومی جامعه هستند. دانشجویانی که رفیق حسین نوشاذر عزیز در جنبش و ازاد فریاد زدن در 98، حتی ما فرزندان کارگرانیم، دانشجویانیم، فرزندان کارگرانیم. اگر در زمان پسر رضاخان میرپنج یک لایه ای از نیروی ممتازه، حالا موارد استثنایی زیاد بود، ظرفیت داشتم برم به دانشگاه، در این دوره که صحبت از 1880 دانشگاه جونداره که در این جنبش شرکت کردن و چندین برابر به لحاظ عددی هستن و زنان چندین برابر نسبت به گذشته هستن، اینا همه فرزندان کارگران، زحمتکشان، مزدورانن که با قیمت گرسنه نگه داشته خودشون، پسرهاشون، بچه‌هاشون رو فرستادن به سودای چند شغلی گرفتن، فرستادن برای دانشگاه. بنابراین دانشگاه شعار قلابی نساخت که ما فرزندان کارگرانیم. واقعا فرزند عبدالله در که ما از کارگران، فقط کارگران صنعتی نیست، ما معلمان، پرستاران، این لایه از مزدوق بگیران هم جز طبقه کارگر میتونیم در تعریف باز. البته رهبری طبقه کارگر روشنه که به وسیله شکل سازمان یاخته متشکل فشرده کارگران و به ویژه کارگران صنعتی پیش خواهد رفت. اون بحث دیگه است. اگر مطالبات اکثریت مردم ایران دست چپیست، اینجا نوه رضاخان میرپنج اصلا جایی نداره. خاتمی بی ربط گفته، برای اینکه دوروبری های خاتمی از اونجایی که علیه تفکر چپند، علیه برابری اجتماعی هستند، علیه عدالت اجتماعی به معنای سوسیالیسم، علیهش، نه که مخالفش، علیهش هستن. امیدشون اگر از سید علی خامنه‌ای و ولایت فقیه کنده بشه به رژیم چنج رو میدارن. پسره ندیدی اومده خارج یارو که گفته که تاج زاده و شاهزاده باید ائتلاف کنه تا حل بشه؟ این چکیده پشت کله سید خندان ها و همسال اوست. چرا؟ برای که اونا در یک ارکستر بزرگ علیه اکثریت عظیمن که مطالباتی داره سوسیالیستی، برابری طلبانه و آزادی خواهانه. جنبش این مهسا چه بود؟ بعضی ها آمدن گفتن که دستمزد تشکل، نه دستمزد تشکل نبود، بلکه بر مبارزه برای برابری زنان با مردان بود، مبارزه در دفاع برای تعمیق مدنیت بود، برای تعمیق شهروندی بود، برای آزادی زنان و دختران و جوانان در حوزه های مختلف از جمله پوشش بود. یعنی حوزه های بنیانش در دو چیز بود، عدالت و آزادی. این مضمون نهایی این جنبشه و این مضمون عدالت و آزادی. اون عدالت رو اگر دکودش کنیم شه سوسیالیسم. اصلا در ظرفیت و توان نوای پسر رضاخان، نمیدونم شورای تصمیم، مدیریت و گذار و طیف رنگارنگ جمهوری خواهان برخند پشیمان از گذشته چپشون هست، ربطی به مردمان ما نداره. مردمان ما ایران میخوان. بنابراین یک راه وجود داره و همین دلیله که اگر یک بحث دیگری است، البته فقط من فرمولش رو بگم، چه جزئیاتش میگم، در جریان جنبش مهسا اولین کار بزرگی که
رژیم جمهوری اسلامی به دستگاه سرکوبش کرده غلغم دانشجویاست. بخش بزرگی از دانشجویان را اخراج کرده، ممنوع تحصیل کرده، برخی از اساتیدی که در حتی سطحی ترین حوزه ها با دانشجوی آماده اخراج کرده، مرثیه خان و تعزیه خان و نوا خان به جای استاد گذاشته، یعنی کلاف کرده دانشجویان رو. اون جریانی که قبلا به نام تحکیم وحدت بود و بعد معروف شد به تحکیم وحشت، الان در زبانهای اصلاح طلبی معقول از نوع همین عبدی و اصغرزاده و دیگران خودنمایی میکنن، افتادن پشت این پسر آقای محترم آقای پزشک که متخصص قلب ذوب شده در ولایت فقیه آدم خان. اینها جایگاه اجتماعیشون بسیار ضعیفتر از نیروی اصلی متحرک نفسدار جنبش دانشجویی است. رفیق حاضر درست گفته، برخلاف پسر رضا خان میرپنج، جمهوری اسلامی نیروی زرد نه فقط در درون کارخانه ها برده برای خفه کردن مطالبات رادیکال جنبش کارگری، نه فقط در درون آموزگاران و و و برده، نیروی عظیمی رو در درون جنبش دانشجویی برده که به کجراها بکشانن. ولی اینا همه سوخته شدن. یک ذره اگر فضای سیاسی باز بشه خواهی دید که دانشجویان همون دانشجویایی هستن که در ماهای اولیه بعض از قتل مهسا میداندار اصلی و پرچمدار شعارها شدن. یعنی ما جنبش دانشجویی ما در این وضعه. خب این جنبش دانشجویی، اون جنبش کارگری که نه فقط سرکوب شده، روز به روز سفرش خالی تر میشه. این پیرمردهای مثل من بازنشسته ها شبانه روز با جسارت میگه که آجون روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن. نیرویی است که شام شبش رو به زحمت تأمین میکنه با خانوادهش، در لحظه یک گرانی عظیم طاقت فرسایی که هر روز قدرت خرید اکثریت عظیم، تأکید میکنم اکثریت عظیم نه فقط کارگران، قدرت خریدشون در پایین میره، در شرایطی که استبداد سیاسی نفس کشیدن رو از همه سلب کرده و هجمه فاشیستی کثیف مذهبی به زنان ما زیر عنوان مقابله با حجاب، اون مردک زاکانی با وقاحت تمام گفته حجابانان کار من نیست، من مسئولش نیستم، مردم خودکابه بودن، در که این آمد گوه این تعداد حجابان داریم، این آموزش دادن تو جیزای بسیج، اینا رو آموزش دادیم فرستادیم، با وقاحت در تلویزیون عمل کرد. هم مردم هم کرن هم کور، مردم هم گوش دارن هم هوش دارن، هم میبینن که آقای زاکانی حجاب‌بان رو تو ساختی، آقای دکتری که پزشکیان تو در انقلاب فرهنگی با همین سید علی خامنه‌ای با این که الان آمده تستاتره به چیز شده در خارج فیلسوف غلابی اسلامیشون است یو اسمش سروش، شما باز غلغم کردید دانشجویان رو. چرا نفست در نیامد پزشکیان وقتی که معلمان با اساتید رو که اندکی با دانشجویان در آستانه جنبش مهسا هم آوازی کردن اخراج و بازنشسته کردن، نفست در نیامد؟ این یک. دو، این مترسکه. من که پیشگو نیستم، شما هم پیشگو نیستید، ارزیابی من اینه، همچنان که اون جوان دانشجویی با هوشیاری تمام ده تا مثل من توی درس میده تو جیبش گذاشته و آقا تو را آوردن که مردم هم بکشنم پای چیز، شما انتخاب نخواهیش. ارزیابی منم مثل جوان پسر عزیزمون دانشجوست. دو، توی اینها برخی ها که دکورن فقط برای پرداخت کردن فضا اصلا گم میشن پشتش، تاش میمونه یه غالیباب یه جلیبی بله بسیار. ببینید قبل از اینکه ما ادامه بدیم به این بحث، من مایلم که یک نکته رو خدمت مخاطبانمون عرض بکنم. همه افراد و جریاناتی که در این میز گرد ازشون نام بردیم طبعا از نظر زمانه این حق رو دارن که پاسخ بدن. ما اینجا در واقع در یک
حلقه ای داریم جریانات رو بررسی میکنیم، اما خواهناخواه به این شکل نیستش که همه این جریانات و افراد بتونن در چنین میزگیری شرکت بکنن. اسمشون هم میاد، آدم های مطرحی هم هستن. اگر مایل بودن ما حتما و حتما پاسخهای اینها رو منتشر خواهیم کرد. اما برسیم به یک نکته بسیار مهم در انتخابات 14 و اون مسئله جانشینی رهبری است. از آذر سال گذشته این موضوع رسمی شد، یعنی مجلس خبرگان میبایست قائم مقامی رو معرفی بکنه. نامزدها هم به گونه ای هستن که اولا برخلاف انتخابات قبلی معمم توشون کمه، یک معمم هست که اونم عددی نیست حقیقتا، بیشترشون مکلان به اصطلاح. نکته دوم این است که خب به هر حال یکی از مهمترین اشخاصی که به عنوان قائم مقام اسمش سر زبون ها بود خب از بین رفت اون حادثه هلیکوپتر و بالگرد این چیزا. حالا این سوال من از شما دو رفیق عزیز است، از هر دوتون من سوال دارم که ظاهراً کسانی که تایید صلاحیت شدن چندان مزاحمتی در روند تعیین جانشینی ایجاد نمی کنن. اما یه نکته اینجا وجود داره و اونم این است که سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف هر دوشون دارای تشکل سیاسی هستند، یعنی به یک معنا به یک حزب تکیه دادن، به یک حزب به اصطلاح که حزبی که حزب نیست اما در همون حال از خاصیت های یک حزب برخورداره. آیا امکان داره، یعنی شما حدس میزنید که از حداقل از این جنبه اگر که به موضوع نگاه کنیم پزشکیان کم خطرتره برای نظام و رهبری، شما چی فکر میکنید؟ بله بفرمید. بعد آقای اصلا این برام هیچ معادله روشنی نیست، آیا کم خطرتره بیشتر خطر داره، چون من اینقدر اینا رو تو رابطه هم میدونم واقعا رقابت بینشون وجود داره، حتما یه رقابت سختی اون پشت سر اینکه کی قرار جای خامنه ای بشینه وجود داره، ولی فکر نمی کنم تو این شکلی که الان داره ارائه میشه واقعا اینا میتونه مسئله آنچنانی باشه، یکی از اینا مثلا بخواد واقعا فکر کنی که میتونه جای خامنه ای بنشینه. بس بر سر اینه که تا اونجایی که به خامنه ای و جانشینی اون مربوط میشه خب باید تعیین کنن، چون همین روزاست که دیگه بالاخره هر چی باشه دیگه رفتنی سنش خیلی بالاست. مثلا مجتبی پسرش تا مدت ها بر سر زبون ها بوده، ممکنه هنوز به عنوان یه گزینه در نظر داشته باشن، و اینکه حالا مثلا قالیباف بخوان بنشوننش به جای در موقعیت رهبر، اینا همشون جنایتکارن، همشون فاسدن، همشون کثیفن، همه اینا هست، ولی بالاخره هر کسی به قول انگلیسی ایمیج یا تصویری داره تو جامعه. قالیباف با این همه کثافت و چیزهایی، خود خامنه ای هم تمام اینا رو داره، ولی الان اون دیگه سر جاش بوده، الان بخوان اینو بیارن سر کار، به نظر من از نظر ظاهر و از نظر ظاهرسازی و روایت سازی و براشون زیاد مفید نخواهد بود. میگم من تو وارد این جور بازیای چیزا رو زیاد وقت روش نمیذارم، بهش فکر نمیکنم، چون برای من اینا بی معناست، برای من اینا هیچ ربطی به مبارزه مردم نداره، نه اینکه موقعیت حکومت به نظرم مهم نیست، چرا مهمه، منتها نه تو این بازیایی که اینا پیش خواهند بود. همونطوری که در رابطه با انتخاب بد و بدتر حرف زدیم و به اصطلاح اصلاح طلب حرف زدیم و نمیدونم اصولگرا و این حرفا، اینها همش بازیه و هیچ چیز واقعی توش نیست و مردم میدونن، فکر میکنم سر اینها هم همینطور. اون چه که مسلمه به نظر من سپاه تلاش خواهد کرد که کامل محکم بکنه تمام قدرتش رو و کنترلش رو روی نظام، این بیشتر به نظر من محتمل به نظر میرسه، و اینکه حالا سپاه از چه از کی حمایت میکنه تو این انتخاب. ولی اوضاع اینقدر به طور واقعی متحول این روزها، چه درون خود جامعه ایران و چه تو سطح بین المللی، یعنی واقعا تو منطقه الان شما نگاه کنید اوضاع بسیار متحوله، مسئله خطر گسترش جنگ واقعیه، و بعد تو این شرایط حالا جمهوری اسلامی چطوری میتونه خودش رو جمع کنه، هم به قدرت آویزون بمونه هم بتونه با این مسائل مقابله کنه. من فکر کنم مسائل بسیار بزرگی
الان در مقابل همه ما قرار گرفته، جمهوری اسلامی هم لابد رشه به اندامش افتاده که میتونه خودشو حفظ کنه نمیتونه خودشو حفظ کنه. فعلا حالا مسئله انتخابات، من بهش میگم مسئله انتخابات، رفتی به انتخابات نداره به طور واقعی. این مسئله رو پشت سر بذارن، خودشون از این درد سر بکشن بیرون. بیشتر اینا کنترل وضع تا یه اتفاق واقعی سیاسی برای جمهوری اسلامی و برای جامعه ایران. الان راستش رو بخواید انتخابات دیگه هیچ جا اون چیز رو نداره، ولی یه جاهایی میتونه اون چیزی که از تو انتخابات صندوق میاد بیرون یک هشدار به شما بده، یا بخیم بودن اوضاع رو، یا اینکه یه چیز مثبت. مثلا الان انتخابات اروپا با رشد فاشیسم و نیروهای دست راستی و راسیست یه زنگ خطره، ولی این حالت تو جمهوری اسلامی وجود نداره، چون همه چون بالا همه این همه چی یه چیزه، فقط بازیه، فقط این دست اون دست کردنه در تا اونجایی که به ریاست جمهوری به نظر من مربوط میشه. در مورد پیدا کردن جانشین برای خامنه‌ای من فکر کنم اوضاع مقداری پیچیده‌تر خواهد بود و باید ببینیم که اوضاع به کدوم سمت خواهد رفت، ولی اون میتونه یه مسئله بسیار پیچیده‌تری برای جمهوری اسلامی باشه. آقای حسام، حسن جان، شما چی فکر میکنید؟ رفیق حسین نوشازر، تو امضا میکنی که قبل که این یارو سقط بشه خامنه ای رژیم ساقط نمیشه؟ نه. یه اولین بحث بره. چه کسی میتوانه؟ چون ما جنبش 96 داشتیم دیگه، نفس نکشیدن 97 آمد اون ورزشکار عزیز ما رو به دار آویختند، 98,800 نفر کشتن، یعنی اینقدر جوان ها به خیابان آمدند و بعد یک سال جنبش دینا، یعنی هر دوره نسبت به دور اوج گرفت. اگر میپذیریم بیزاری عمومی نهادی شده، اگر میپذیریم اکثریت عظیم از نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام نظام اسلامی و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در تمامیتش گذشته، اگر بپذیریم اصلاح طلبی و اینا به زباله‌دان ریخته شده، دستور سرنگونی رژیم، امر سرنگونی رژیم در دستور کاره، بنابراین ما بذار یک چیزی بگم، اگرم رادیو زمانه فکر کنه این که میخوام بگم بده، پاکش کنه، من اجازه میدم. زمان انقلاب وقتی شاه فرار کرد، یک بحثی شایع بود که میخوان ولیعت رو بیارن. ما در تظاهرات، من در رشت بودم اون موقع، روبروی شهربانی رشت یک جمعیت چند هزار نفره این شعاره میدادیم، البته از سگا و حضرت میخوام، گفتیم سلطنت ولیعت محال است، سگ زرد برادر شغال است. یا ما رشتی ها باز یک اصطلاحی داریم، میگیم سگ سگ، سکوت زک هم سگ، یعنی سگ خودش سگ، بچه سگ هم سگ. یعنی چه فرقی میکنه که میاد رئیس جمهور میشه؟ رئیس جمهوری که در ساختار نظام ولایت مطلقه جایگاهی اصلا نداره، عددی نیست که قدرت میدانداری منور باشه. تمام ریاست جمهورهای این چهارده رو نگاه کن، به محضی که حتی اون بنی صدر رو به محضی خورده کجی رفتن انداختشون مثل شیر پایین، و بعدش هم بودونه بودشون. بعد این دوره جدید هم که چهار رئیس جمهور محبوب آقای خامنه‌ای بودن، تا خارج از خط زدن پرتشون کرد پایین، از احمقی نژاد و احمدی نژاد و روحانی و پوهانی و برادران لایجی عبرت کرد هوا. یک دستگاه ملیتاریزه بس از طریق بخش اعظم سپاه و بیت رحمری و سرمایه‌ای که انفاله، یعنی سرمایه که مال اشخاص نیست، خدا در اختیار نماینده پیغمبر یعنی ولی یه فقیه گذاشت که بهش بگن انفال، این سرمایه در اختیار این بیته و این مجموعه هست. اصلا رئیس جمهور کاری نیست، مگر رئیسی جز یک مترسک ساده عددی بود. هر کدام از این شیش نفر هم بیان همونن. این یک. دو، جانشینی مگر ترفند رفسنجانی مکار و گور به گور شده یادمون رفت؟ خواب نما شد که امام خامنه‌ای را علم کرده. از این بازی ها
چنان بسیار زیاد اون پیرمرد 97 ساله را کردن جزء مصلحت نظام خبر چرا کردن، برای که تمام یارهاش رو که برای انتخاب جانشین نقش کلیدی دارن در دستگاه قانونگذاری درون نظام جمهوری اسلامی خامنه ای چیده. رئیس جمهور عددی نیست، مجلس عددی نیست، به اضافه این که هم در مجلس هی فشرده تر کرده، هی خودی ها رو غیر خودی پرتاب کرده، یک حلقه روزخان و مرثیه خان و نواخان و نوکر و جاننثار رو در واقع اونجا نگه داشته و کرکس غارت کرد که منافع اقتصادی و غارت برای شما تو هر کی بخواد بیاد بالا بشه. توی همچه جریانی شما نگاه کنید که پور محمدیه، قاتل جانیه، تثبیت شده که ولایت فقیه آقای روح الله خمینی سرراز گفت شما تاریخ شما رو جنایتکار میدونه، منظورم معتصری است، شده میخواد بیاد رئیس جمهور ما بشه، تو اون مناظره هم از حرفای شیشته قاص میزنه. یا قالیباف که وضعیت اقتصادیش، غارتگریش، سرقتش در شهرداری 8 سالش از هر من شمسه، یا اون ظریف با دار و دستش. اینها رفیق جان، عزیز جان، آقای نوشاذر عزیزم، تشکیلات چه کشکیه؟ و این تحلیلی که میگن اون که تشکیلات داره نمیارن جلو، این تحلیل اشتباه است. آقای جلیلی حلقه به گوش درگاه بیت، آقای غالیباف همینجور، این آقای پزشکیانم که سر راست گفتم از در زبان ولایت فقیه اون دو سه تا موزم از در واقع مزحکه هستن میرم پیکارشون. خب این یک، هیچ نگرانی برخلاف این تبلیغات ژورنالیستی که آگاهانه به نظر من از عوامل رنگارنگ مختلف از اصلاحات فراری شده که میگن تحول طلبان در خارج، از این اصلاح طلبانی که فرار کردن آمدن الان همه تو رادیو آمریکا کارمند و حقوق بگیرند، همه اینها را شما یه طرف بزنی، از توی اینا در میاد. چان زلی ها جامرشین رو میخوان تحیی کنن، رئیسی رو کشتن تا مشتبه خواهم. اینقدر رژیم اگر وضعیت در همین حالی که باز مونه فرصت داره که رئیس جمهور کشک نیست برای انتخاب مشتبه هر کسی که مطلوب اون هرم قدرت در رأسش ولی فقیه و سپاه باشه. از این زاویه برای من هیچ اهمیت نداره که رئیس جمهوره، ولی یه ارزیابی یه جمله‌ای بکنم. از دید من رقابت بین جلیلی و غالیباف خواهد شد. اون تو یکی از اینا پیشگویی کار آدمای سیاسی نیست، من پیشگویی نمی کنم، داده ها نیستون بگه این یارو پیزشکیان مترسکه برای فریبه کشاندن مردم پای صندوق ملت، بعد حسابش هم میبندن. اون دوتا ستاره دیگر هم ممکنه سر آخر بیام، مگر ما بگیم همین قدم میگره که دعواست بین جلیلی و قالیباف. این میگه آه تو رئیس مجلس بودی، جان مادرت بذار با رئیس جمهور بشیم. اون میگه نه، من 4 سال دوره تلاش کردم، دفعه قبل با آقای رئیسی بخشیدم، من باید بیام رئیس جمهور شم. یعنی دعوا ها در این حد کاریکاتور پیش رفته. من ارزشی برای من نداره کدام یک از این کرکس ها بیان، ذره ای باور ندارم که هر کدامشون بیان در امر جانشینی تأثیری تعیین کننده باشه. بله ببینید، بنک کشتابی پیش نیاد، ما اینجا برخی سوالات رو مطرح میکنیم که امکان داره، یعنی حد میزنیم که سوال مردم باشه، سوال من شخصا نیست. من فقط ببینید در ماجرای آبان 98 قیام بنزین 1300 نفر رو دولت روحانی در عرض 3 روز کشت. 1300 نفر در عرض 3 روز. رفیق حسین جان، رویترز گفته 1800 نفر. 1800 بر اساس اعلامیه‌ای که رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردن، آمار رسمی خبرگزاری‌هاشون 1300 نفر، شما می‌فهمید 1800 نفر احتمال داره بیشتر باشه. امکان داره بیشتر هم باشه. در دولت 14 در جریان قیام مهسا، قیام ژینا،
بنا به آماری که خودشون منتشر کردن حدوداً 1300 نفر مزد میخوام بودن 690 نفر رو کشتن. حالا احتمالاً خیلی بیشتر از این خواهد بود. 1000 نفر رو بازداشت کردن، 10 نفر مجروح شدن، معلول شدن، کور شدن. اینا رو بزنید فقط به کشتگان نگاه کنید. این نشون میده که بر سر سرکوب یک اجماعی در حکومت در همه لایه‌هاش وجود داره. یعنی اونجایی که بحث خودشونه به هر حال اینا بر یک بد نظر خواهند بود، اما در همون حال خواه نخواه دعواهای جنایی خیلی جدی هم وجود داره که نمیشه بسا از اونها عبور کرد و فکر بکنیم که ما با یک مجموعه کاملا همگون مواجه هستیم. خب حالا ببینید در ادامه همین بحثی که سوالاتی رو که امکان داره برای مردم مطرح باشه، من تلاش میکنم که به نمایندگی از همکارانم اینجا مطرح کنم با شما به بحث بذارم. از قدیم یه بحثی بوده در محیطهای فرهنگی ما به ویژه که ادعا میکردن شما که خارج از ایران هستید، دغدغه های شما، نگرانی های شما، مشکلات شما اصولا با مشکلات و دغدغه‌ها و نگرانی‌های ما فرق داره. پس چرا تو کار ما دخالت می‌کنید؟ این نخستین بار من خاطرم از در سال 1376 که مسئله اصلاحات اینا مطرح شد، طرح کردن از سمت برخی از نویسندگان به نام اون روز که من نمی‌خوام ازشون اسم ببرم، و بعداً در دولت 11 که روحانی قرار بود بیا سر کار، باز مجدداً این بحث مطرح شد زیر شعار ما در یک قایق هستیم. شما که تو این قایق ننشستید، پس برید به راه خودتون. حالا خانم آذر خانم، شما چی پاسخ دارید؟ چه پاسخی دارید برای اینکه برای این مشکل؟ خب ما که در خارج از ایران زندگی میکنیم، آیا میتونیم در مورد انتخابات به مردم ایران که از نزدیک با مشکلاتشون درگیر هستن توصیه بکنیم که این انتخابات رو تحریم بکنن یا مشارکت بکنن؟ تکلیف ما خارج از ایرانی ها، ما ساکنان کشور خارج از کشور چیست؟ این اصلا مسئله من نیست، این مسئله اونایی که طرح میکنن. و من فکر میکنم این روایتی که جمهوری اسلامی تو دهن انداخته، حالا نویسنده گفته، شاعر گفته، فیلسوف گفته، من کاری ندارم، خیلی حرف بی ربطی. شما اجازه داری هر جا تو هر گوشه دنیا راجع به هر چیزی نظر بدی، مردم هم حق دارن به شما گوش بدن یا گوش ندن. اگر اینا ناراحتن که ما خارج اپوزیسیون چپ، از اپوزیسیون راست که مسئله نه، اپوزیسیون چپ تو خارج حرف میزنه، به خاطر اینکه حرف ما رو موثر میبینن، میبینن ما تاثیر داریم توی فضای سیاسی اجتماعی جامعه، میبینن ما میتونیم تاثیرگذار باشیم در اینکه جنبش به این ور یا به اون ور بره. من اصلا اغراق کردن موقعیت خود نیست، میگم اگر جمهوری اسلامی اینو میگه لابد نگران همین مسئله است دیگه، وگرنه بر چی اینو میگه؟ خب اگر حرف من هیچ تأثیری رو هیچ کس نداره، بذار من حرفم بزنم، شما کارتو بکن، چون میدونی تأثیر داره، نگران تأثیرش هستی. با این بازی ها، اینا بازی ها، اینقدر واقعا این اسلامی ها تو اینجور روایت سازیش خالقایی هستن. این تلاشی هست برای ساکت کردن من و شما یا هر اپوزیسیون چپی که تو خارج کشور زندگی میکنه. جمهوری اسلامی یکی از موزلات مهمش از همون ابتدا وجود یه جنبش چپ و کمونیستی قوی تو ایران بود. این جنبش رو لقم کرد، چند بیش از 100,000 نفر فقط اعدام کرد، کشت، گورهای دست جمعی، تمام این کارا رو کرد، ولی نتونست این رو خاموش بکنه. و بعد بخشی که زنده موندن تونستن فرار کنن، اومدن تو کشورهای خارج از ایران، پناهندگی گرفتن، الان زندگی میکنن و هنوز یه بخشیشون به فعالیت سیاسی خودشون ادامه دادن. هنوز فکر میکنن باید برای آزادی و برابری و عدالت جنگید، هنوز فکر میکنن باید نقش داشته باشن. و این نقش فقط تو مبارزات مردم ایران نیست، این نقش توی جنبش برای آزادی خواهی، عدالت تو کل جهانه. ولی خب ما ارتباط خاص و نزدیکتری با جامعه ایران داریم و روشن خب دخالتی که میکنیم خیلی بیشتر هست و این دخالت خب بیشتر موثره به خاطر موقعیتی که داریم، موقعیتی که به دست آوردیم. در نتیجه این حرف به نظر من پوچه،
این حرف تلاشی برای ساکت کردن اپوزیسیون چپ تو خارج کشوره، برای خاموش کردن نیروهای چپ تو خارج کشوره، حرف بیخودیه. ولی در این حال هر کی نمیخواد گوش نده، آزادی بیانه. من حرف میزنم، شما گوش ندید. دقیقا بله. خب حسن جان، برسیم به آخرین سوال از شما و اونم مسئله شیرین نرخ مشارکت. نرخ مشارکت جمله با من اجازه بدید در ادامه حرف آذر دو تا جمله در مورد بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. میدونم من پرچارگی کردم. خواهش میکنم بفرمایید، وقت داریم بفرمایید. ولی ببین، ما که بخش وسیع ما تبعیدی هستید. تبعیدی یعنی چی؟ بذار من اگر ایران باشم سرم رو مثل خیال میبرم. مدت 45 روز در زیر اعدام بودم. بسیاری از رفقای ما را تیرباران کردم. این رفیق آذر که اینجا هست، اگر ایشون هم باشه سر محترم بداره. و بسیاری از عزیزانش قتل عام شدن. شما هم که به جرم گفتگو با من، حتی به این جرم با ما دو تانش باشه سرت بداره. زمین که شما یک نیروی اپوزیسیون رادیکال ضد رژیم هستید. من میگم سوال مردم رو دیگر بکنید، کار درستی هم بکنید. این یک. دو، دستگاه جهان به حدی انتگره شده که از کوچکترین خبر داخل ما اطلاع داریم. الان این جوانی که جلوی پزشکیان بود هنوز بی بی سی ننوشتن، ولی خبرش را ما شنیدیم که را سپاه گرفته. از جزئیات مثال یک نکته ای که دیروز بود شما رفیق حسین و تازل بابن به درستی گفتید این نیروهایی که ما در خارج هستیم، از اونجا که پانورامایی رو از بیرون میبینیم، ای بسا از منفردین در داخل دقیق تر دیده باشیم. یک، بین ما و بین با طبقه کارگر، با جوانان، با دانشجویان، با آموزگاران و نهاده های مختلف ایران دیالوگ جاریه. یعنی ما داریم دیالوگ میکنیم. بنابراین واژه خارج جعله الان، استفاده خارج نشینان جعله الان. اونای خارج نشین هستن که ثروتهای عظیمی رو بعد از سقوط رضا پهلوی به هم رضا پهلوی آوردن، کاخهای آنچنانی در لس آنجلس و جای دیگر زدن. بنده یه لاغبا نفسی ندارم، منافعی ندارم جز انقلاب. یک چیز اما روشنه، بنابراین تمام اون نکته هایی که رفیق قادر گفت تایید میکنم، ولی میخوام به او اضافه کنم. ببین، از دید من تعیین تکلیف نهایی به وسیله نیروهایی هستند طبقه کارگر در رأسش با هژمونی اون در ایران هستند، با دادن تشکیلات مخفی، نیمه مخفی و علنی. ما به عنوان ستون پنجم این جنگ، تا وقتی که دروازه به سوی ما باز نشد، ای بسا به شکل مخفی یا غیر مخفی اونجا ورود بگیره، این گره خوردگی با هم است. جنبش ما به سمت براندازی تمامیت رژیم در حرکت. امیدوارم که با سازماندهی هوشیارانه و آگاهانه، علارم ترفندهای سرمایه‌داری جهانی در رأسش آمریکا و این نوخانه که این نوی رضاخان و این جور چیزها رو داره میاد و چلبی های جدید میخواد غالب کنه به انقلاب ایران، این جنبش بتونه به آگاهی برای آزادی، برابری و عدالت موفق بشه این رژیم ساقط کنه. به همین دلیل داخل و خارج معنی نداره گفتن این قضیه جهل تاریخ. نقطه. ببینید، انتخابات مجلس برگزار شد، در دور دوم به یک روایت نرخ مشارکت 7% بود. 7% یعنی عملا صفر دیگه، یعنی انتخاباتی در کار نبوده. با این حال مجلس تشکیل شد، داره کارشو میکنه، قانون میگذرونه و ادعا هم میکنن نمایندگان مجلس که با اقتدار هم این کار دارن انجام میده. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یک گزارشی منتشر کرده، میگه که نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 14 از 53% فراتر خواهد رفت. حالا بگیم 53% اغراق توش نباشه.
خب با توجه به بحثی که ما الان کردیم، جنبندش اینه که نرخ مشارکت به تک رقمی خواهد بود دیگه، یعنی اگر که حق با ما باشه و در استنتاج اشتباه نکرده باشیم، نرخ مشارکت زیر 50%. خب این چه معنی داره برای دولت بعدی؟ یعنی اگر که مردم مشارکت نکنن، این دولت آیا میتونه ادعا بکنه که مقتدره یا خیر؟ بنده باید عرض بکنم؟ بفرمایید، خواهش میکنم. هر کسی که میره عزیزم، من وقتی من نصف میکنم بس ها حاضر داری برای قبل هم نشم و صحبت کنم. ببین، من بخواب این رو بگم، کی گفته که صندوق های رای امانتی غیر قابل دست بردن؟ کی گفته این رژیمی که به مادر و پدرش هم دروغ میگه، سراپا دروغه و قدرت لایزال سرکوب با سرنیزه و اعدام و شکنجه داره و مسئولان اداره کنندگان صندوقاش از آدمها و عوامل دست نشاندگارش هستن، این صندوقا جا به جا نشه؟ برای من اصلا مهم نیست که بابا بگل 70% شرکت کردن. من میدونم دروغه. نه، من میتونم حسین جان عزیزم بگم 99% مردمان ایران خواهند دونست که دروغه. یعنی این به همین روشنیست. بنابراین نگران این که رژیم بگه 60%، 50% از این آمارا دادن این روزا. انتخابات شرکت خواهند کنه، عبدی خودش خفه کنه، به هزار ترفند بخواد رژیم رو بکشانه، مردم رو بکشانه پایز کن روبی و پر روبی. مردم از این حکومت گذشتند. مردم راه حل رو در صندوق های رای نمیدانند. حرف اولی که من زدم و چندین بار رفیق آذر ماجدی تکرار کرد، به اینجا رسیدن که اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام ماجرا، مردم در آستانه براندازی رژیم ایستادن. حالا رای میخوام بسازم بسازم. من ارجابی این است که اکثریت عظیم در رایگیری شرکت نمی کنه. برای تحریم شرکت نکردن، یک بخش بزرگش تحریم فعال حالاش در همه حوزه ها، اعتصاب، تحصول و و و و اگر هیچ راه حلی نبوده، یه جایی رفیق آذر به درستی گفت که ممکنه برخیرا مجبور کنن برن پاس رای سفید. رای سفید دوره غم از تمام حکومت ما بیشتر بود. اینجوری بزنن تو دهن این رژیم. تمام. رفیق آذر شما چی فکر میکنید آذر خانم؟ در مورد نرخ مشارکت من فکر میکنم که پایین خواهد بود، ولی همونطور که دوستمون حسن حسام هم گفت، شما به ارقام اینا که نمیتونید اعتماد بکنید به طور واقعی. ممکنه هر رقمی به شما بدن و اینکه دفعه پیش خودشون سفیدا رو گفتن و اونا رو گفتن، ببینید چقدر وضع خراب بودی که مجبور شدن بگن. در نتیجه من فکر نمیکنم اصلا نرخ مشارکت بالا باشه. فکر میکنم اونهایی که بتونن رأی سفید میدن و این جمهوری اسلامی خودش اینو میدونه، مردم اینو میدونن، همه اینو میدونن. یعنی میخوام بگم اینقدر ماجرا روه که حتی بحث زیادی در موردش لازم نیست. جمهوری اسلامی یک سر و سوزن وجاهت یا مقبولیت یا دلیل واقعی از طرف جامعه نداره برای حکومت. این یک رژیم جنایتکار سرکوبگریه که هست که باید سرنگون بشه. اینو من نمیگم، اینو ما که اپوزیسیون چپیم نمیگیم، اینو مردم دارن میگن و نه امروز و نه دیروز، الان سالهاست دارن میگن. از هر فرصتی تو این 30 سال شما نگاه کنید، ما شاهده یه خیزش بودیم از 5 روز تا 1 ماه و بعد پارسال که 8 ماه طول کشید. این واقعیت جامعه ایرانه. مردم با این رژیم تسویه حساب کردن، مردم نه بزرگشون رو به این رژیم گفتن، مردم خواهان سرنگونی رژیمن، میخوان سر به تن این رژیم نباشه. مسئله بر سر توازن قواست برای سرنگونی. این مسئله انتخابات فقط یه جوکه، یه روز میاد و میره. جمهوری اسلامی باید آبروداری بکنه، وگرنه برای مردم ایران هیچ معنایی نداره. بسیار سپاسگزارم از شما، از حسن جان عزیز، حسن جان احسان، و به شما میگم که بدرود تا برنامه بعدی. خیلی ممنون از دعوتتون، روزتون خوش. منم میخوام مثل
تشکر کنم از دعوتتون و از شکیبایی بینندگان هم سپاسگزاری کنم و اینجا دستن در کاران زمانه، چون آذرجان خیلی مؤدب و عالی همه حرف زد. من گاهی وقت کلماتی گفتم اگر در فرهنگ زمانه مطلوب نیست، بدونه که مضمونش رو برداشت بشه، میتونید و کلمات رو اجازه دارید، حق دارید اصلاح کنید. خواهش میکنم. ممنون شما. Thank you.